هر صبح پلکهایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند. سطر اول همیشه این است: خدا همیشه با ماست. پس بخوانش با لبخند. به نام یزدان انام با درود و بامدادتان بخیر هموطنان عزیزمان، بیننده خوب برنامه. امیدواری سلامتی، صحتمندی و تندرستی تک تک شما را داریم انشاءالله که امروز صبح را دور از گزند روزگار در کانون گرم خانوادهتان با عالم از خوشی ها آغاز کرده باشین. و یک سلام ویژه و گرم داریم بر شما دوستان عزیز ما، وطنداران گل ما که خارج از افغانستان هستین. ممنون که هماره برنامه های تلویزیون تی بی چراغ را بیننده هستین. سعی و تلاش من هم هماره بر این است که بتانیم بهترین و زیباترین برنامه های علمی و طبی را تقدیم شما بکنیم. باز هم من خالده رحیمی با اتفاق همکارانم خدمت شما حاضر شدیم و امروز هم تلاش بر این داریم که یک برنامه زیبا، مفید و مؤثر تقدیم شما بکنیم. از شما هم دعوت میکنیم که تا پایان ساعت 9:30 ما را همراهی بکنین و امیدواریم آنچه را که امروز براتون آماده کردیم مورد پسند شما واقع شوه و در بخش صحی و طبی بتانیم به اندوخته ها و داشته های شما بیفزاییم. در بخش اول برنامه با ما دکتر صاحب فهیم الدین کمیسار، متخصص جلد و زیبایی، در استودیو کنار ما هستن و موضوعی را که امروز خواستیم پیرامونش بحث بکنیم سرطان های پوست یا جلد است. شما دوستان ما اگر در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم پرسش یا سوال دارین، میتونین برنامه را بیننده باشین و تماس بگیرین. به شماره تماس برنامه که روی صفحات تلویزیونتان است پرسشتان با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب حتما پاسخ را میکنن. ممنون که با ما هستین. سلام، صبحتان بخیر دکتر صاحب، خوش آمدین. سلامت باشین صاحب، اجازه بدین سلام عرض کنم خدمت شما، خدمت همکاران خوب شما در بخش تکنیک و همچنان تمام بیننده های خوب تلویزیون شما. سلامت باشین دکتر صاحب، خیلی خوش آمدین. خب موضوع خیلی مهم را انتخاب کردیم. ما شخصا میخوایم از اینجا آغاز بکنم که چرا امراض نسبت به سایر ارگان های بدن در پوست یا جلد زیاد است و مشخصا اگر روی سرطان های پوست برای بیننده عزیز ما معلومات مفصل را بکنین که چی است. تشکر بسیار زیاد. بله، موضوع بسیار جالب را انتخاب کردین. سرطان های پوست بسیار شایع است. بله. نه تنها در افغانستان، در سراسر دنیا. ولی آغاز میکنیم از اینجا که چرا امراض در پوست نظر به سایر ارگان های بدن بیشتر میشن. ببینین، جلد یا پوست یکی از بزرگترین ارگان های بدن انسان است. به این معنی که در یک انسان بالغ و یا کاهل تقریبا حدود 2 متر مربع مساحت را احتوا میکنن. بنابر داشتن مساحت بیشتر و معروض بودن یا روبرو بودن به سایر فاکتورهای محیطی همانند آفات یا فاکتورهای کیمیایی، فیزیکی و میکروبی سبب میشن که امراض در پوست نظر به سایر ارگان ها بیشتر باشن. یعنی بزرگترین علتش این است که یک خود مساحتش بزرگ است و دوم ای که با فاکتورهای مختلف محیطی همان گونه که قبلا یادآور شدم فیزیکی و کیمیایی و میکروبی روبرو است، بنان نظر به سایر ارگان های بدن یا قسمت های بدن پوست دچار بیشتر امراض بشن. از آن جمله یکی از امراضی که بسیار شایع است، نسبتا خطرناک هم است و در سراسر دنیا است، همان سرطان پوستی هست یا سرطان جلد هست. ببینید، سرطان جلد یا سرطان پوست یکی از شایع ترین و مهمترین نوع سرطان های بدن انسان است. یاد خوب است بگویم که بیشترین شکل از سرطان ها در بدن انسان که احتوا می کنند او سرطان های پوستی هست در سراسر دنیا. و این خود سرطان های پوستی از تغییرات یا موتیشن در حجرات نرمال پوست و همچنان ملحقات پوست باوجود میان، یعنی نشانمایی که او غیر قابل کنترل باشن باوجود میان و همچون یک حالت تحول میکنن به سرطان های پوستی که یک مشکل جهان شمول است. در سراسر دنیا می باشن، بیشتر در کشورهایی که با نژاد نسبتا روشن یا سفید باشن، معمولا تایپ های پوست 1 و 2 نظر به طبقه بندی که
مؤلفین بزرگ جلدی انجام داده اونها را بیشتر مصاب بسازن. ولی باید بگویم که یک مرض جهان شمول طوری که قبلا یادآور شدم هست، نه تنها و دو تایپ پوسته، بلکه در کشور ما که پوست گندمی رنگ یا همان سبز رنگ همچنان داریم، در کشور ما همچنان بسیار شایع هست. بنان یک مرض است نسبتا شایع، بالخصوص شایع ترین حالتش در کشورهایی است که نژاد سفید داشته باشند، مثلا اروپا، استرالیا و مهاجرینی که از این دو بریازم به امریکا مهاجرت کردن، اونها بسیار مثلا. و یکی از اسباب عمده مرگ و میر بالخصوص در همون کشورها را همین سرطان های پوستی که بعدا میتستست میکنن یا انتقال میشن با ارگان های حیاتی سبب مرگ میرشن میشن. و و و و به همین دلیل یکی از مهمترین و بزرگترین بخش سرطان ها را در دنیا تشکیل میده. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. خب در کل کدام عوامل یا اسباب باعث میشه که یک فرد مصاب شوه به سرطان پوست یا جلد؟ خب تشکر. ببینید ما یک سلسله فاکتورها یا همان اسباب دارن که در دنیا شناخته شدن هنوز در قرن 21 و مقصر دانسته شده در بوجود آوردن سرطان های پوستی، اونا را خدمت دوستا همچنان به معرفی میگیرم. ولی لازم میدارم که دوستای عزیزی که برنامه ما شما را بیننده است، چون مردم ما اکثرا یک خود کشور ما آفتابی است و کارم در بیرون از خانه میکنن، بالخصوص مردم، بنان متوجه همین چند کلمات من باشن. ببینید در قدم اول بزرگترین ریسک فاکتور یا سبب به وجود آمدن سرطان های پوستی همان مرض شدن مزمن با شعاع آفتاب است. آفتاب بر علاوه اونهایی که فایده ها و یا هم مزایای از خود دارن، در کنار اونها یک تعداد مشکلات همچنان دارن. بله. از آن جمله یکی از مشکلات بزرگ سرطان های پوستی هست. بله. به این معنی که شعاع اولتراویولت A و جمع شعاع اولتراویولت B، اینها بزرگترین عوامل یا ریسک فاکتورهای شناخته شده دنیا هست که در وجود آوردن سرطان های پوستی مقصر دانسته شدن. بله. در قدم دوم بعد از شعاع آفتاب یا اولتراویولت A و B، مهمترین سببش داشتن نژاد سفید و روشن می باشه. بله. یعنی همانا داشتن سکن فوتو تایپ 1 و 2، البته ما پوست با 5 کتگوری تقسیم کردیم که کتگوری اول دومش نهایت سفید می باشن، ولی کتگوری سومش همان رنگ گندمی یا سبزی که مردم ما اکثرا دارن اینها می باشن، و 4 و 5ش نسبتا تاریکتر یا مردم افریقایی می باشن، ولی ما هم کتگوری تایپ 4 در کشور خود داریم. بنان اینها بیشتر در همان مردمی که پوست روشن و سفید و و و و و, و یا تایپ اول و دوم سکن فوتو تایپ داشته باشند پیدا میشوند. سبب سوم یا بزرگ دیگه به وجود آمدن سرطان های پوستی داشتن ژنتیک یا ارثیت میباشه. به این معنی که در بک‌گراند خود یک تاریخچه مثبت سرطان های پوستی را داشته باشند. بله. و در کنار اونها یکی از اسباب بزرگ دیگه که ما میتونیم سبب چهارم همچنان اونها را یادآور بشیم، اونها داشتن قرحات مزمن است. به این معنی کسانی که یا دوستانی که قرحات یا زخم های دوامدار مزمن داشته باشن که زود ترمیم نمیشن، یا زخم میشن و ترمیم میشن و زخم میشن و ترمیم میشن، در همچون یک حالت سبب میشن که برن به طرف سرطان های پوستی یا سرطان جلدی را سبب شوند. و در کنار اینها یکی از اسباب بزرگ و عمده دیگری که تا به هنوز شناخته شدن، اونها در کل معافیت پایین بدن هست. البته از هر سببی که باشه اونها میتونن به خاطر بعضی از امراض باشن که معافیت پایین میارن، و همچنان در نتیجه
یک تعداد امراضی که یک تعداد دواهایی که به خاطر بعضی از امراض گرفته میشن که اونها همچنان مافیت بله پایین میرن و اینها در کل سبب میشن که سرطان های پوستی را به نحوه ایجاد بکنن و تدریجی البته به شکل یک بارگی نمیشن به شکل تدریجی برون به طرف سرطان های پوستی. بله یعنی در کل همین پنج کاتگوری که خدمت دوستا عرض کردم در بوجود آوردن سرطان های پوستی مقصر دانسته شدن و سبب بوجود آمدن نه تنها در افغانستان در سراسر دنیا می باشن و یک چیزی که در افغانستان بیشتر در اون مقصر دانسته شدن خصوصا در کسانی که مثلا در مزرعه کار میکنن و بیشتر با شعای آفتاب بله در تماس هستن بله مستقیم میگیرن شعای بله و آفتاب همچنان باغدارای ما و یا هم چوپانای ما و, بله و بله بعضی کسایی که در کل اونهایی که در آفتاب یا گلکارای ما اینها بسیار مسائل به خاطر سرطان های پوستی است کوشش بکنن تا به حد ممکن انشالله که روش های وقایعیش هم بله بعدا خواهم گپ زدیم بله انشالله قابل کنترل هست. بله یعنی در کل اگر یک سایبان مناسب داشته باشن ممکن در معرض خطر قرار نگیرن بله و حداقل بتونن جلوگیری بکنن. بله بله خیلی ممنون دکتر صاحب. عزیزان بیننده دکتر صاحب کمیسار در استودیو کنار ما هستن. بحث ما ادامه داره میان برنامه کوتاه داریم همراهیمان بکنین. سلام مجدد دوستان عزیز برگشتیم. شما بیننده برنامه بستان عافیت به طور زنده و مستقیم از تلویزیون تبی چراغ هستین و فراموش نکنین که تکرار برنامه ما هر شب از ساعت 9 الی 10:30 پخش میشه. شما دوستان ما که در جریان روز فرصت ندارین و نمیتونین برنامه را بیننده باشین شب که فرصت کردین حتما به تماشا بنشینین و کانال یوتیوب تلویزیون تیبی چراغ را با نام چراغ مدیکل تیوی میتونین دنبال بکنین. آنجا بهترین برنامه های علمی و تیبی ما را بیننده باشین. در بخش اول برنامه هستیم دکتر صاحب فهیم الدین کمیسار متخصص جلد و زیبایی در استودیو کنار ما هستن و موضوعی را که پیرامونش امروز خواستیم با دکتر صاحب بحث بکنیم سرطان های پوست و یا جلد است. شما دوستان ما اگر حرف و یا سوال دارین در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم به شمار تماس برنامه که روی صفحات تلویزیونتان است تماس بگیرین و پرسشتان با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب هم پاسخ را میکنن. ممنون که همراهیمان میکنین. خب دکتر صاحب در مورد اشکال و انواع سرطان های پوست معلومات بتین آیا به یک نوع است یا انواع مختلف داره؟ خب تشکر. نه انواع مختلفی دارن. به این معنی خوب است که در کل بگویم ما به دو کتگوری تقسیم میکنیم که یک کتگوریش سرطان های خبیث است و به نام ملانوما یاد میکنیم و شکل دومش شکل سلیمه هست. بله. که اونها یا سرطان های خوب برش گفتم میتونم بعضی از دوستان البته در جامعه ما یکیش ریشه دار و دیگهش بیریشه بگن و یا هم یکیش ماده میگن و دیگهشان هم به اصطلاح عوام ما نر میگن که اونا میشن. بله. ببینیم ما در همین دو کتگوری که داریم باز هم اشکال مختلفی داریم. به این معنی که در کتگوری اولی که خبیث است ما مالگنن میلانوما برشان میگیم که تقریبا 5% از سرطان های پوست ما را تشکیل میدهند. خوشبختانه که فیصدی اونها کم است. اینها به خاطر خطرناک است و خبیث برش میگیم که سرایت میکنن میتاستاز میتن انتقال میشن به ارگان های حیاتی و سبب مرگ و میر میشن نه تنها در افغانستان در سراسر دنیا. در افغانستان به خاطر این مشکلات کمه که بیشتر هست و سبب مرگ میر میشن چون اشخاص نمیدانن و تا که میتاستاز نتن یا به نواحی دیگه بدن نرن و او قسمت از خود اعراض نتن پیش دکتر مراجعه نمیکنن. به این خاطر یک مشکل است نه تنها در افغانستان در اکثر کشورهای درجه سه یا فقیر دنیا همچی یک مشکل میباشن. در کنار اینها شکل سلیم البته در خبیث نه تنها ام دو شکل دیگه از او را همچنان داریم مثلا به نام بی سی سی ما برش میگیم یا بیزل سیل کارسینوما یا سرطان هایی که حجرات قایدوی
طبقه سطحی پوست تخریب بکنن و اونها مبدل میشن به سرطان های پوستی و شایع ترین شکل سرطان های جلد میباشن که تقریبا از 70 الا 75% سرطان های پوست تشکیل میدهند. در کنار اینها شکل سومش هم ما به نام SCC یاد میکنیم یا سکواموس سیل کارسینوما، البته خوب است بدری هم بگویم، سرطان های حجرات خشت فرشی یا سنگ فرشی طبقه سطحی پوست است که هم تقریبا حدود 10 الا 15% سرطان های پوست تشکیل می دهند. و شکل سلیم اونها را که ما به نام اکتین کراتوزیس میگیم و اشکال دیگر اون هست و قابل تشویش نیست و قابل درمان هست، ولی پری کانسروس هست تبدیل میشن به سرطان های پوستی که او زیاد قابل تشویش نیست. در کل همین اشکال که بسیار معمول است و اونها را باید حتمی است که مراجعه بکنن نزد یکی از دکتر سایبا تا در تشخیص با اونها کمک کرده و برن به طرف درمانشان. همان MM یا مالیگنین میلانوما است، BCC است و SCC است. خود در اینها طوری که بیشترین واقعاتشان BCC دارن، خوشبختانه که انتقال به دیگر ارگان ها بسیار کم است، 0.02 می باشند، 0.002 به این اندازه، یعنی میتاستاز انتقال به ارگان های حیاتی کم می باشن خوشبختانه. ولی برعکس شکل مالیگنین میلانوما یا همان MMشان شکل خبیث که اونها بسیار سرایت کننده است، اونها مرگ و میر این مرض هم که زیاد برده به خاطر اون عمود تایپش است و شکل سومیش که سکواموس سیل کارسینوما است، اونها هم فیصدی نسبتا کمتر از مالیگنین میلانوما دارن که به سرطان های ارگان های دیگری که اگر میتستاز بتن می انجامد. خود در کل همین دو شکل عمده که یکیش سلیم است و دیگرش خبیث است و در خبیثش همین سه شکل مورد بحث است. بله بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا مطمئنا دوستان عزیز ما که برنامه را بیننده هستن سوال نزدشان ایجاد شده که چگونه بتانن تشخیص بتن، حالا علائم تشخیص سرطان پوست چی است؟ اگر در جلدشان قسمت جلد یا صورتشان یک بخار بیرون میشه یا به وجود میآید، چگونه بفهمند که آیا امی بخار یک بخار عادی است یا خدای نخواسته اینا مصاب شدن به سرطان های پوست یا جلد؟ بله تشکر، سوال بسیار خوب است. ببینید دوست عزیز، اگر شما در قسمت از بدنتان بالخصوص نواحی مکشوفه یا قسمت هایی که مستقیما معرض به شعاع آفتاب است یک دانه و یا یک اندفاعی میبینین که اونها بیشتر از 4 تا 6 ماه دوام بکنن و ترمیم نمیشن، درمان بکنن تداوی نمیشن، همچی یک حالت دست کم نگیرین، برمین نزد یکی از متخصصین تا از نزدیک ببینن، چون میتونن اونها یکی از سرطانهای پوستی باشن. ببینین چون تحقیقات اکثر در کشورهای غربی و امریکایی صورت میگیرن، در امریکا البته اکادمی جلدی امریکا سرطانهای پوستی یا اندفاتی که اونها مشکوک است به سرطانهای پوستی، البته به الفبای انگلیسی ABCDE اونها تقسیم بندی کردن. بله. در صورتی که یک اندفاع البته همو از A شروع میکنیم که و اسیمتری یا غیر متناظر بودن میگن، در صورتی که یک اندفاع غیر متناظر باشن، یک طرفه باشن، در یک قسمت از بدن باشن، اونها را مشکوک بشن که سرطان پوستی میباشد، به شرط ازی که بیشتر از 4 یا 6 ماه دوام بکنن و در مقابل هر نوع تداوی یا درمانی که میکنن نتیجه نمیدن. دوم همان بیش که است، البته اونها باردر یا کناره هایشان مقصدشان هست، در صورتی که یک اندفاع یا یک زخم که کناره ها یا سرحداتش غیر منظم باشن، اونها را همچنان باید مشکوکشان به سرطان های پوستی. حرف سومش که سی هست، او کلر یا رنگ هست، در صورتی که یک اندفاع رنگ متفاوت داشته باشن، در یک قسمتش یعنی نیم یک طرفش با نیم طرف دیگهش یکسان نباشن، یک طرفش یک رنگ داشته باشن، طرف دیگرش دیگر رنگ داشته باشن، مشکوک شن به سرطان های پوستی. بله. در کنار این هم حرف چهارمش که دی هست، دیامتر یا قطر خود اندفاع، در صورتی که یک اندفاع یک دانه که بیشتر از 6 میلیمتر یا همو قلم
پنسل هم با شما کار کردیم، پنسل پاکی که در نهایت پنسل می باشن دقیقا. اگر بیشتر از اونها باشن مشکوک شون به سرطان های پوست. و همچنان حرفی ای که خدمت شما عرض کردم، اونها نشونمای تکثر یک اندفاع را نشان میدن، در صورتی که یک اندفاع بسیار به سرعت بزرگ میشن. در یک تعداد حالات که ما شکل خبیث سرطان ها داریم، مثلا بی سی سی اونها باز کم میباشن، ولی دیگر اشکالش نسبتا خصوصا شکل سی سی زودتر تخریب میکنن و کلان میشن. اگر نشونما بیشتر باشن، اینها مشکوک به سرطان های پوست شوند. و همچنان اندفاعات که او بزنن خارش بکنن، ترمیم شون و پس دوباره زخم شون، اونها را همچنان دست کم نگیرن. و اینها در کل همان علائم است که اکادمی جلدی امریکا اینها را علائم و یا هم نشانه های تشخیص سرطان های پوستی پیشنهاد کردن و در دنیا قبول شدن. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. و امیدوار هستیم دوستان عزیز ما که برنامه را بیننده هستن و صحبت های دکتر صاحب مخصوصا در قسمت اعراض و علائم توجه جدی کرده باشن، که اگر خدای نخواسته این نشانه ها شما متوجه میشین، از این نشانه ها در قسمت پوست و یا جلدتان، چه خوب است که هرچه زودتر نزد متخصصین جلدی مراجعه بکنین که زودتر به مشکل شما رسیدگی شوه. خب دکتر صاحب، یک باوره که نزد مردم ما است، بیشتر دوستان ما مخصوصا خانم ها که به زیبایی توجه بیشتر دارن، مثلا دوست دارن که خالهای اضافی صورتشان بردارن، ترس از این دارن که مبادا این خالها در نهایت باعث شوه که تبدیل به سرطان پوست شوه. آیا امکان داره که خالهای صورت یا سایر اعضای بدن باعث شوه که تبدیل شوه به سرطان پوست؟ و همچنان بیشتر در کدام قسمت‌های بدن سرطان پوست ایجاد میشه یا کدام قسمت‌های بدن مصاب میسازه؟ بله، تشکر. ببین، خالهای سیار یادآور شدین. بله، در 25% وقت خالهای سیاری که میلانوسایتیک باشند، اونها میتونن برن به سرطان های پوستی. همه خالهای سیاه سرطان پوست نیست. بله. همان خالهایی که طوری که قبلا یادآور شدم، همو ای بی سی دی و ای را که کتگورایز کردیم، در صورت که غیر متناظر باشد، نصف یکش از نصف دیگش متفاوت باشن، سایزش بزرگتر میشن، خارش پیدا میکنن و تخریش پیدا میکنن، او میزنن، در همچی یک حالت اونها ممکن است به سرطان های پوستی تبدیل شوند. بله. ولی هر خالصی ها به سرطان پوست تبدیل نمیشوند. اونهایی که در کشورهای غربی تحقیق کردن میگن که در 25% وقت ممکن است به سرطان های پوستی تبدیل شوند. بنان خالهای سیاه خطرناک نیست، مشکل ساز نیست. اونهایی که سایزش بزرگ است، اونهایی که او میزنن، اونهایی که خارش پیدا میکنن، اونهایی که دورنگ میباشن، اونهایی که نصف یکش از نصف دیگرش متفاوت تر میباشن و غیر متناظر باشن، ممکن است برن به طرف سرطان های پوستی، ولی حتمی نیست. و سوال دومتان که در کدام قسمت از بدن سرطان های پوستی ممکن است ایجاد شوند. سرطان های پوستی چون یکی از بزرگترین ریسک فاکتور یا سببش آفتاب است، معمولا در نواحی مکشوفه، نواحی که برهنه می باشند، بلخصوص در مردها قسمت سرشان و صورتشان، چون اکثر مردها در کهنسالی موهای خود از دست میتن، در نواحی سر چیزی که ما شاهد هستیم و عملا مریضایشان هم داریم، در سر و صورت زیاد میبشن، ولی در یک تعداد حالات میتنن که در پشت دست و قسمت های دیگر از بدن همچنان باشن. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. هر چند سوالات نزد ما باقی مانده ولی فرصت کم داریم. ممنون از حضورتان و معلومات ارزشمندی که با هموطنان عزیزمان شریک کردین. پیامی اگر دارین بفرمایید. شما سلامت باشین. تشکر میکنم از شما و برنامه خوب شما. پیام ما به دوستای عزیز ببینین این هست که آفتاب گرچه با یکی از داشته های خوبه که خداوند جل جلاله بر ما عطا کرده هست، ولی در یک تعداد حالات مضر تمام میشن. میتونن لکه های صورت، البته قهوه ای رنگ، میتونن خال های ککومک یا مگسک و همچنان سرطان های پوستی که امروز سرش بحث داشتیم با وجود بیارن. بناهن
خوب است که اونها را به شکل استفاده بکنن از آفتاب که دامنگیری همچون مشکلات نشوند. آفتابی که مشکل می سازند معمولا بعد از ساعت 9 یا 10 بجه صبح تا به 3 و 4 بجه بسیار سوزان و مشکل ساز می باشند به همچون مشکلات. کوشش بکنید در همچون یک حالت یا در همین مدت زمان که خدمت شما عرض کردم به نحو وقایه بکنین از معرض شدن مزمن با شعاع آفتاب. و چون آفتاب هم یکی از ضروریات زندگی می باشند و ضرورت داریم که آفتاب همچنان بگیریم، خوبترین وقتش از صبح وقت که آفتاب میبرن تا به 9 بجه صبح و یا هم از دیگر تا به زمان که آفتاب بشه طلوع و غروب بهترین فرصت است از آفتاب استفاده بکنید. اینها خوبترین وقت خواهشان است و از مشکلاتی که متصور است از به وجود آمدن از معرض شدن با شعاع آفتاب تا به حد بکاهیم و خود را جلوگیری بکنیم از آغازش. بله، سلامت باشین دکتر صاحب، ممنون از حضورتان. ممنون شما دوستان عزیز ما که تا این دم ما را همراهی کردین. امیدواریم که این بخش برنامه مورد پسند شما واقع شده باشه و مفید و مؤثر بوده باشه که مطمئنن بوده. از شما دعوت میکنیم که بخش های بعدی برنامه را بیننده باشین. استراحت کوتاه داریم.